دوستان عزیزم، همکارای عزیز، بیننده های خوب برنامه صبح ها و زندگی، ما به تالار پانتون کابل آمدیم و گزارش ما را به گونه کاملا زنده امیل ازا بیننده هستین و در آستانه دومین روز گفتمان علمی خط لاجورد قرار داریم. در پانتون کابل روز گذشته گفتمان دایر شد، پنلای علمی دایر شد از طرف استادان پانتون کابل، استادان پانتونای مرکز و استادان پانتونای ولایت افغانستان. اینا تمامشان به کابل حضور پیدا کردن. شما میبینید که حمدالله فاروقی رئیس پانتون کابل همچنان رسیدن و اینا همچنان در برنامه اشتراک دارن و استادای دیگر همچنان از پنزه های مختلف پانتون کابل و پانتونای ولایت افغانستان حضور به هم رساندن و گزارش ما را به گونه کاملا زنده شما بیننده هستین. ما میخواهیم که در ابتدایی ترین صحبت های خود یا معلومات ابتدایی ترین را معاون علمی پانتون کابل با ما شریک بسازن، به خاطر که من خودم شاید در مورد بیشتر نمیفهم، فقط مقدر میفهم که اینا نوشته کردن گفتمان علمی خط لاجورد و اما قسمی که شما میفهمین راه لاجورد افغانستان را به اروپا وصل میسازه. یعنی گفته های خیلی زیاد خوب روز گذشته ارائه شد در پنل. شما در تصویر ببینین پنل و آنچه که در بنر هم نوشته کردن دی لاجورد لارا او پا افغانستان یه دی اغیز و سیمایز علمی بحث یا گفتمان علمی منطقهی راه لاجورد و تاثیرات آن در افغانستان. خب ما میرم پیش معاون صاحب علمی پانتون کابل ببینیم که اینا صحبت های خود را با ما شریک بسازن. تلفن ما هم خاموش شده و همکارای من نمیفهمم چی میگن، صدایشون هم بیشتر من نمیتونم بشنوم. شما با ما باشین. ما از معاون صاحب میپرسیم، باز اگر فرصت بود همراه رئیس صاحب هم صحبت میکنیم. معاون صاحب، رئیس صاحب پیش شما میایم، باز یک لحظه استاد شوین. سلام، صبحتان بخیر. امیل از همه شما را از برنامه صبح زندگی تلویزیون آریانا لایو میبینن. دوستای ما، میخواییم که معلومات کافی در مورد برنامه دروزیتان ارائه کنین برنامه. بسیار زیاد تشکر. من سلام عرض میکنم خدمت تمام بیننده های محترم تلویزیون شما. راه لاجورد یکی از دستاورد های بسیار بزرگ دولت افغانستان است که در گذشته های بسیار نزدیک توسط رئیس جمهور در ولایت هرات افتتاح شد و می بایست یک آگاهی دهی بسیار عام و خاص در سطح سکتور باید می شد. در سطح پانتونای افغانستان این برنامه برگزار شد به خاطر آگاهی دهی عامه. پانتون کابل هم ایر وارد یک گفتمان علمی ساخت تا از طریق گفتمان علمی بتونه به آگاهی عامه بپردازه، که دیروز ما و شما در گفتمان ها سپری کردیم و امروز هم مقالات علمی تحقیقی استادا در این برنامه ارائه میشه. بسیار زیاد تشکر. گفتید که استادان مرکز، پانتونای مرکز و ولایت اشتراک کردن در این برنامه، چون بحث پانتون کابل به وارد یک گفتمان منطقه‌ای ساخت، بنابراین تمامی رؤسا و معاونهای علمی پانتونهای ولایات افغانستان و وسط منطقه از کشورهای مختلف در اینجا شرکت کردن. ما استادای از کشورهای ترکیه، از کشور چین و از کشورهای دیگه که در متصل راه لاجورد هستن اینا اشتراک کردن و در این برنامه به عنوان یک فرد فعال و فردی که میتونه در تحقیقات علمی و در گفتمانهای علمی اشتراک کنن اینا جدا اشتراک ورزیده بودن. دید ما و دید پانتون کابل و ریاست محترم جمهوری پیرامون راه لاجورد یک بحث منطقه‌ای بود و یک دید استراتژیک بود. بنابراین نباید در یک لاک یک پانتون، در لاک یک ولایت باید قید میشد، بلکه در سطح منطقه باید این مبحث باز میشد. از این خاطر پانتون کابل چنین برنامه منطقه‌ای تدبیر کرد. بسیار تشکر از شما. زنده باشید. بفرمایید. خب بنده های خوب برنامه صبح زندگی، ما هم معلومات کافی نداشتم، به همین خاطر اومدیم امروی معاون صاحب علمی پانتون کابل صحبت کردیم. گفته های کوتاه از رئیس صاحب پانتون کابل را با خود می داشته باشیم، پس از او هم میریم به طرف استودیو صبح و زندگی. باز برنامه ما تا ساعت 10 ادامه داره. رئیس صاحب سلام، باشین استاد جنین، خوب هستین؟ ان شاء الله. شما خوب هست؟ ما شما را لایو میبینن دوستای ما. شما خوب شد در وقت مناسب حضور رساندین و میفهمیم که نقش پانتون کابل را در آستانه برگزاری گفتمان داشته باشین. بسیار تشکر. اول خوش اجازه بدین خدمت بیننده ها و شنونده های عزیز شما عرض احترام تقدیم بکنم، بر همه صبح خوش آرزو کنم. در این حال سپاسگزاری میکنم از شما و از همکارای تکنیکیتان که تشریف آوردین و یک بحث بسیار با اهمیت تاریخی در جامعه اکادمیک ما با ملت و با مردم با شنونده عزیز شریک ساختیم. در رابطه به سوال شما عرض بکنم که پانتون کابل به عنوان یک پانتون کهنسال و به عنوان یک مرکز و یک نهاد با ارزش و تاریخی کشور
در تمام این قضایا خود مسئول میداند تا بحث های همچنین را به گفتمان های علمی محول بکنه و نظر صاحب نظرها، شخصیت ها و فرهیخته های علم و دانش در رابطه به این مسائل دریافت بکنه و او را به عنوان نتایج تراوش فکری این شخصیت ها منسجم بکنه و بالاخره برای سیاست گذارای ما تقدیم کنند که این پروژه اینی امتیازات داره، اینی خوبی ها داره و بالاخره اگر چالش های موجود داشته باشه چالش ها هم برجسته شود و برای اونا راه حل باید پیش بینی شود. به خاطر فکر کردیم که بحث راه لاجورد به عنوان یک بحث بسیار استثنایی در تاریخ معاصر افغانستان برای به عنوان یک روزنه امیدی که برای نجات افغانستان از انزوایی که متاسفانه داخل در 200 سال اخیر به او مواجه بود، امروز یک گام بسیار استوار برداشته شده و یک امید است برای مردم افغانستان، برای اقتصاد افغانستان، برای ارزش‌های فرهنگی افغانستان و برای سایر ارزش‌ها، حتی به مسائل سیاسی و امنیتی افغانستان. افغانستان در محراق توجه منطقه و جهان قرار داده. به اون خاطر ما فکر کردیم که یک بحثی است که باید باستاب پیدا بکنه از یک طرف، اما آگاهی عامه صورت بگیره نه تنها در سطح کشور ما بلکه در سطح منطقه و کشورهایی که در این راه با ما شریک هستند، کشورهایی که در این مسیر قرار دارند، و در این حال بحث‌های دیگه که در رابطه به همگرایی‌های منطقه‌ای وجود داره، در رابطه همکاری یا همیاری‌های منطقه‌ای وجود داره، اونا هم میتونه با اینا شریک شوه. شما خبر دارین که افغانستان در 4 سازمان همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای، ایکو، کرک، شانگهای و ایکو کرک شانگهای و سارک عضویت داره و در مرکز ثقل این 4 نهاد قرار داره و امروز وقت بحث‌های همکاری‌ها و همگرایی منطقه‌ای صورت می‌گیره. طبعا افغانستان نامش برجسته است و ما امیدوار هستیم که نهادهای تحصیلات عالی و نهادهای اکادمیک، نهادهای اجتماعی، نهادهای که در این راستا فعال هستند، نهادهای اقتصادی، اونا بتانن نقش حرکت ها را و نقش دستاوردهای دولت جمهوری اسلامی افغانستان و مردم افغانستان هرچی بیشتر برجسته بسازن تا امی همگرایی ها و همیاری ها نه تنها در مسیر راه لاجورد بلکه در سایر مسیرهایی که شما خبر دارین که امروز را یک راه و یک کمربند به عنوان یک پروژه بسیار بزرگ است که دولت چین در این سالهای اخیر روی از کارهای بسیار بزرگ کرده و افغانستان هم به عنوان یک بحث بسیار روی در او همکار هستند و ما آرزومند هستیم که همو ارزشهایی را که در مدنیت های گذشته افغانستان تخلیق کرده، مخصوصا در 2000 سال قبل در مسیر راه ابریشم و در مدنیت های بعدی که افغان ها و افغانستان در روشان نقش داشتن، امروز باز ما بتانیم جایگاه افغانستان را دوباره زنده بکنیم و ای باید باستاب پیدا کنه، ای باید به کنکاش گرفته شود و بالاخره اما ابعاد علمی و تخصصی از او هم باید برجسته شود. بسیار زیاد تشکر فاروقی صاحب، شما که استاد اقتصاد هستین، یک عمر است تدریس میکنین، کوتاه میخوایم یک اشاره داشته باشین از بود خوبی های اقتصادی این گفتمان و خطر لاجورد. ببینید امروز جهان به طرف آزادی اقتصادی روان است، به این معنا که تمام متشبثین چی در بخش تولید اشیا و چی در بخش تولید و عرضه خدمات، اینها خودشان تصمیم میگیرند و تصمیم بر مبنای معقولیت میگیرند. معقولیت برای انسان متشبث حکم میکنه که جنس و فراورده ها باید به قیمت ارزان تولید شود و به قیمت ارزان به دسترس مستهلک به در جاهایی که در مورد استفاده قرار میگیره باید برسه. یکی از عواملی که قیمت مشخص میکنه و یا قیمت تصمیم میکنه مسائل ترانسپورت است و طبعا ترانسپورت یک نقش اساسی داره، چون قیمت ترانسپورت میتونه تعیین کننده باشه سر مرغوبیت کالاها، جنس و اشیایی که تولید میشه و او به بازار عرضه میشه. من فکر میکنم که بر افغانستان راه های دیگه هم وجود داره. خوشبختانه ما در شمال راه های متعدد دیگه داشتیم، در جنوب راه ها داشتیم که متاسفانه با چالش های سیاسی مواجه بود، همیشه او مورد استفاده های سوی سیاسی قرار میگرفت و گاهی وقت برخورد های سلیقه‌ای به او میشد. به خاطر امروز معلدین ما و دستندرکارهای و فعالین اقتصادی ما برشان راه های متعدد باز شده، اونا محاسبات خود میکنن که اگر این راه برشان ارزان تر بود از این راه و غیر دیر، شما شنیدین در این هفته راه چابهار افتتاح شد، یک راه دیگه است که امتی و تولیدات افغانستان به مارکت های منطقی و مارکت های جهانی میرسن. اینا همه فرصت هایی است که برای متشبثین اقتصادی آماده شده و خوشبختانه دولت در این راستا گام های عملی را برداشتن که ما نهایتشان سپاسگزار هستیم. بسیار زیاد تشکر، خوشبخت هستیم که شما را در گزارش آخری امروز صبح زندگی به گونه کاملا زنده داشتیم و دوستا و بیننده های خوب برنامه صبح زندگی تلویزیون آریانا همچنان از بود اقتصادی و به گونه تخصصی آنچه که بعض معلومات بود شما شریک ساختید. بسیار زیاد تشکر از شما همچنان. بسیار زیاد تشکر بر همه، عرض سلام مجدد دارم. سلامت باشین. شما بیننده برنامه صبح زندگی هستین، به گونه کاملا زنده دیدین که گزارش ما از داخل تالار پنتون کابل با شما ارائه شد. برنامه هم به گونه رسمی شروع میشه تا لحظات بعد، نمیخوایم که بیشتر ما اخلال بکنیم برنامه شونه، بریم یک میان برنامه خیلی کوتاه با هم میبینیم.
تشکر از اینکه تا این لحظه بیننده گزارش بودین. اگر میخواین گزارش های قبلی بنده را بیننده باشین، اینجا را کلیک بکنین. و اگر میخواین گزارش های آینده را بیننده باشین، اینجا را کلیک بکنین. و اگر میخواین با شبکه جهانی آریانا همیشه باشین، پس ما را سابسکرایب بکنین.